وقتی به روزهای کریسمس نزدیک میشیم، موجی از احساسات خوب و فضایی پر از شادی و شور زندگی ما ایماندارا رو فرا میگیره. روزهایی پر از تبریک و تهنیت و صورتهایی که شادی در اونها نمایانه. خلاصه مطلب این که به نظر میرسه در روزهای کریسمس زندگی اغلب ما بیشتر رنگ و بوی مسیحی به خود میگیره. شاید هم بعضی اوقات در این روزهای سال بعضی از ما به یاد میاریم که مسیحی هستیم و عیسی رو دوست داریم و باز هم شاید در این روزهاست که مسیحی بودن ما بیشتر بر دیگران عیان میشه و همسایه ها و دوستان ما دوباره متوجه ایمان ما میشند. سوال مهم اینجاست که آیا زندگی ما رنگ و بوی مذهبی به خود گرفته؟ آیا ما هم مثل بعضی از مذهبیون تنها پایبند و محدود به آیین‌های مرسوم شدیم؟ به راستی چرا در بقیه روزهای سال ما اینگونه آشکارا به مسیح و حضور او در خود نمی‌اندیشیم؟ آیا غیر از اینه که ما هر روزه در او زیست می‌کنیم و او در ما؟ آیا غیر از اینه که ما در او تولد تازه یافتیم و انسان جدیدی گشتیم و این مختص به روز و تاریخ خاصی نیست؟ پس شایسته است که زندگی همه ما به عنوان فرزندان خدا هر روزه این حقیقت رو آشکار کنه که خدا زنده است. زندگی ما هر روز باید رنگ و بوی مسیحی داشته باشه. هر روز شادی و جشنه، زیرا همه دنیا باید بدونه که خدا زنده است و فرزندان او هر روز برای او جشن میگیرند و هر روز جلال او را اعلام میکنند. هر روز روز سراییدن سرودهای تازه برای اوست، چون او ما را نجات داد. او به ما تولد تازه و حیات تازه بخشید. پس بیاییم یک رسم تازه برای خود ایجاد کنیم و هر روز به خاطر کارهای عظیم خدا در زندگیمون و اینکه تمامی گناهانمون توسط عیسی مسیح بخشیده شده به یکدیگر تبریک بگیم. هر روز به خاطر اینکه خدا در ما زیست میکنه و در او حیات ابدی یافتیم به یکدیگر تبریک بگیم. هر روز به خاطر اینکه فرزندان خدا شدیم با شادی به یکدیگر تبریک بگیم و شاد باشیم. عزیزان، تجسم خداوندمون عیسی مسیح بر تمامی شما عزیزان مبارک باشه.